خانه های اشتراکی و کانکس نشینی، ارمغان دولت رئیسی. از روزی که رئیسی قدرت دولتی را در دست گرفت، وعده 1 میلیون خانه در سال را داد، اما پس از گذشت 2 سال از آن وعده پوچ، شاهد پدیده های ناهنجار و عجیبی در وضعیت جامعه اشغال شده ایران هستیم. از کوچ اجباری اهالی شهرها به حاشیه های غیر مسکونی شهرها تا اجاره خانه های اشتراکی. 2 یا 3 خانواده در منطقه ای از شهر خانه ای 120 متری اجاره می کنند تا در رهن و اجاره بها با یکدیگر شریک باشند. این روزها خرید خانه از ذهن مردم خارج شده و در کانکس و اتاقک ساکن شدند. تقاضای خرید و اجاره کانکس برای سکونت به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبورند کیفیت زندگی خود را تا سطح زندگی در یک اتاقک پایین بیاورند. غم‌انگیز آنکه فروشنده کانکس میگوید تقاضا برای خرید کانکس نسبت به 4 یا 5 ماه گذشته 2 برابر شده است. قیمت این کانکس ها از شروع سال تا 10% بالا رفته است. نرخ اجاره ماهانه کانکس هم بین 1 تا 4 میلیون تومان شده است. امروز وضعیت بحران مسکن چنان حاد شده که کارشناسان حکومتی هم اذعان می کنند که هیچ یک از راهکارهایی مانند افزایش سقف وام بدیعه یا وعده افزایش تولید مسکن و یا افزایش عرضه هیچ کمکی به تقاضا و نیاز امروز مستاجران نمی کنند.